به به، حالتون چطوره؟ ببینید با چه موزیکی اومدیم، موزیک به هم ریخته از مهراتیدم و علیرضا جی جی. موزیک نمیتونم بگم ساده است، آرپژش سخته، یعنی ریف کار سخته، ولی با تمرین اوکی میشه و آکورد و ریتم کورسش هم بهتون میگم با کاپو و بدون کاپو. فقط اینو در نظر بگیر که دیگه ریف اول موزیک کسایی که باره هم بلد نیستن میتونن بزنن، چون اصلا باره نداره. اوکی، یعنی این تنظیمی که من انجام دادم باره نداره، میتونید باره دارم بگی، حالا کار نداره، میبینید در ادامه. میاد اینجا روی سردستتون یه دونه می 7 میگیرید، انگشتاتون انگشته دست راستتون اینجوری قرار میگیره، انگشت 3 ما روی سیم 3، انگشت 1 ما روی سیم 5 و انگشت 6مون هم که روی سیم 6 قرار داره. و ضرباتی که میزنیم 6 5 3 5 3. اوکی، و بعد از اینکه 3 رو زدیم سریع 5 6 5 6. اوکی، پس به این شکل میشه. اینو یه بار میزنیم و بعد میایم روی فرد 4، انگشت 1 همون فرد 4 سیم 5 رو میگیره و انگشت 3 و 4 ما میاد فرد 6 سیمای 4 و 3 رو میگیره و میزنیم 5 4 3 4 3 4 5 4 5. اوکی، پس اوکی. حالا اینجا چه خورده سخت میشه، میخوایم بریم روی آکورد سول دیز مینور ولی میخوایم آرپژشو بزنیم. روی آکوستیک شستتون قرار بگیره روی فرد 4 سیم 6 و انگشت 1تون رو فرد 4 سیم 3 و این دوتا انگشتتون یا فقط انگشت 3تون رو میتونید بذارید رو فرد 6 سیم 5، یا اگر میخواید کامل تر بگیرید انگشت 4تون هم بذارید روی سیم پایینیش همون فرد. اوکی، یا اینکه اگر هم شستتون نمیتونید بذارید روی کلاسیک دارید میزنید، به این شکل بزنید، انگشت 1تون روی فرد 4 سیم 6، انگشت 2تون روی فرد 4 سیم 3 و انگشت 4تون فرد 6 سیم 5، به این شکل. اوکی، دقت کنید. خب حالا ما چون رو آکوستیکیم با شست میگیریم که راحت ترم هست و گفتم کلاسیکش هم به این شکل، سخت نیستش، راحت اینه. خب حالا چون بیشتریاتون البته کلاسیک دارید بذارید با کلاسیکش بریم جلو، ولی خب من موقع زدنش دیگه شست رو میذارم چون دیگه خود وکیلی عادت کردم که شست قرار بگیره اینجا. خب و از ضرباتی که میزنیم 6 5 3 5 3 5 6 5 6. اوکی، ضرباتمون روی سیم ها به یه شکله، یعنی فرقی نمیکنه زیاد، منتها ممکنه بعضی جا سیمامون عوض شه ولی ترتیبمون همونه. پس رو می 7 مون میزنیم 6 5 3 5 3 5 6 5 6. روی دو اینجا در اصل آکوردمون دو دیز مینوره، روی دو دیز مینورمون که به این شکل میگیریم الان برای آرپژ میزنیم 5 4 3 4 3 4 5 4 5 و روی سول دیز مینورمون که حالا بدون شست بخوایم بگیریم میزنیم 6 5 3 5 3 5 6 5 6. و بعد برای آکورد آخرمون ما میایم انگشت 1مون رو فقط کافیه که 3 تا سیم 5 4 3 رو اینجا یه باره ریز بگیریم، یا اگر هم نمیتونید باز باره بگیرید به این شکل بگیرید پوزیشن انگشتتون رو، یعنی این انگشت اینجا، انگشت یعنی دو تا سیم پایین تر و انگشت 4مون هم دو تا فرد جلوتر روی فرد 8 قرار میگیره. یا میخواهید باره بگیردم یا باره ریز اینجا بگیرید، با سیمای 2 1 پایین کار نداریم، فقط 5 4 و 3 بارش مهمه و انگشت 3مون هم میذاریم رو فرد 8 سیم 4 و ضرباتی که میزنیم 5 4 3 4 3 4 5 4 5. اوکی، از اول میزنم براتون. اوکی، خب
این از اول تا کورس تکرار میشه، یعنی همینجوری در حال که به این شکل میشه. اما میرسیم به قسمت کورس کار، که کورس کارمون ریت باید بزنیم با آکورد، که حالا آکوردا رو بدون کاپو با کاپو بهتون میگم. بدون کاپو که آکوردامون یه دونه همین می ماژور است روی سردسته، که اینجا 7 نگیرید، 7 رو فقط برای آرپژ میگرفتیم، می ماژور، یا حتی میتونید می ماژور 7 هم بگیرید. اوکی، این دیگه بستگی به خودتون داره. و آکورد بعدیمون دو دیز میناره و آکورد بعدیمون سول دیز میناره و آکورد آخرمون ری دیز میناره، که من حالا اینجا 7 میگیرم ری دیز میناره رو. شما میتونید 7 بگیرید، میتونید کامل بگیرید، یا میتونید این می ماژور 7 رو از سردسته بیاید روی فرد 7 بزنید. و با کاپو آکوردایی که باید بزنید میایید رو فرد 4 یه باره میگیرید، یعنی کاپوتون میذارید رو فرد 4، طبق معمول کاپوم کجه، و آکوردایی که میزنید یه دونه دو ماژور 7 میزنید اینجا، یعنی دو ماژور رو میگیریم، انگشت یکمون رو برمیداریم و بعد یه دونه لا مینور میزنیم و بعد یه می مینور میزنیم و بعد میایم یه سی مینور سردسته میزنیم. اوکی، اینم ایزیه. اوکی، بریم ریتمو با هم یاد بگیریم. و اما ریتممون چه شکلیه دیگر رو همین کاپو بهتون میگم. ضرباتمون چجوریه؟ یه دونه 1 2 3، سه تاشم رو پایینه، دوتا روی سیمای باسه و آخری روی تمام سیم ها، و بعد مکس میکنیم دوتا بالا پایین و بعد پایین بالا پایین بالا. پایین بالا آخریه برای عوض کردن آکورد بیشتر استفاده میشه، دقت کنین. سی مینور سردستم و اشتباه گرفتم و در جایم باشید. خب و این ریت همجوری داره تکرار میشه، یه بار از دسته میزنم
یمینو تونترشو بزنید. و اگرم لف هم میوتینگ بلدید روی بدون کاپو که اینجا میتونید باره بگیرید، شما میتونید روی ضربات دوتا ضربه بالاتون از لف هم میوتینگ استفاده کنید و قشنگ ترش کنید. این شکلی میشه. اوکی. خب دیگه چیز دیگه ای نداره موزیک. امیدوارم که لذت برده باشید، دوستش داشته باشید و کامنت حتما بذارید. از این بعد کلی دیگه ویدیوهای جدید داریم به صورت اگر بشه دیلی، اگر نشه هر دو سه روز یه بار حتما یه ویدیو جدید داریم. کامنت بذارید که قرار کلی موزیک با هم یاد بگیریم. موزیکایی که دوست دارید حتما کامنتش کنید و